وزارت داخله که چند وقت پیش آقای غنی گفته بود که مرکز فساد است، باز هم خبرساز شد و مکتوبی را که ناروان کرده بودند در سرخط تمام خبرها و شبکه‌های اجتماعی شد. این مکتوب چنانی که شما خبر دارین، پلیس نظم عامه با فرماندهی زون 101 آسمایی مبنی بر تشکیل قطعه خاص 500 نفری ضد آشوب فرستاده بود. در این مکتوب از فرماندهی زون آسمایی خواسته شده که شهرت افراد از ملیت های هزاره، ازبک، پشتون و دیگر ملیت ها به استثناء قوم تاجک ترتیب کنند و هرچی زودتر ایمیل کنند تا قطعه 500 نفری تکمیل شود. خب این مکتوب در رسانه اجتماعی نشر شد و شما هم میبینین. بعد از او آقای وایس برمک سرپرست وزارت داخله در تلویزیون طلوع ظاهر شدن و گفتن که این متن اشتباهی مسلکی است. من تا هنوز هرچی فکر میکنم که اشتباهی مسلکی چی هست در این متن. اشتباهی تایپی هم اگه میگفتن، خب به هر حال اشتباهی تایپی هم هم میشه که مثلا یک حرف توپ پس و پیش شوه یا یک نقطه بالا و پایین به، اما نمیشه که یک جمله مطلق تایی کنه و بگه که به استثنای قوم تاجک، که این خودش یک کار عمدیست، مثل کاری که آقای مخکش کردن. اموین معاون اول اولیسی جرگه ارسال این نامه را یک خیانت ملی خواند و وزارت داخله امروز گفت که شخصی که مکتوب امضا کرده بود به ساران ولی معرفی شد. اما آگاهان سیاسی را باور به این است که نظام حاکم که تعصبات قومی را هر روز دامن میزنه در تلاش حذف قوم تاجک از مقامات دولتی، دفاعی و امنیتی کشور است. نجیب دانش سخنگوی وزارت داخله در این باره به طلوع گفته که بیشترین نیروهای امن و نظم عامه در حال حاضر از ملیت تاجک می باشند. در این کار یک اشتباه نشتاری صورت گرفته است، به این معنی که ما به قدر کافی از ملیت تاجک داریم و باید از ملیت های دیگر نیز در قطع جذب شوند تا ترتیب ملیتی در نظر گرفته شوند. و در اینجا باز ما می بینیم که ملیت گرامی که اصل شایسته سالاری زیر پا گذاشته میشه و تعینات و ساختار دولتی به اساس ترکیب قومی صورت میگیره، که خود از یک اشتباه. در هر چیز اگر ما ترکیبات قومی را در نظر بگیریم، بالاخره ما هیچ وقت به یک ملت واحد مبادر نخواهد شدیم، چون هر ملت فقط خواستای خود را در نظر میگیره، منافع خود را در نظر میگیره و دنبال دیگر را روان نمیشه. و این یک کار است که از دید ما کار اشتباهی است، باید به اساس شایسته سالاری صورت بگیره و خدا کنه که از یک قطعه مثلا 500 نفر از یک قوم باشه، اما شایستگی اون انجام وظیفه رو داشته باشه. مثل که مثلا برای ما خبری بسیار جالب بود که گنج شاید به این مسئله ربط نداشته باشه، ولی وقتی میبینیم که شورای ولایتی در ولایت وردک برگزار میشه، دو خانم برای بار اول در اینجا رئیس رئیس و معاون میه، در اینجا اصل شایسته سالاری رو در نظر گرفتن، نه ای که باید ترکیبات قومی رو. به هر حال میبینیم نظریات هموطنان ما در این رابطه چی هست. صاحب نظر مرادی در صفحه فیسبوک خود نشته کرده که آقای غنی رئیس جمهور افغانستان باز گلی را به آب دادن. بنابر گزارش رسانه ها، فرمانی از سوی غنی به وزارت داخله صادر شده و هدایت داده شده است که یک قطعه واکنش سری را با ظرفیت 500 نفری از اقوام پشتون، هزاره و ازبک در چوکات وزارت داخله تشکیل دهند که در آن تاجک ها نباشد. با این ستیزه های پیهم بر حله زبان فارسی دری، من استفاده از واژگان سوچه زبان فارسی، از قومی ملیت و زبان از شناسنامه الکترونیکی، قتل و کشتارهای زنجیری فرماندهان و شخصیت های با نفوس تاجک، فرستادن انتحاری های آماده شده به مجامع تاجک ها چون مراسم جنازه، محافل مشورتی، فرستادن انتحاری ها به همایش اعتراضی و اخیرا هم راه ندادن تاجک ها در تشکیل قطعه واکنش سری از مسائل هستند که به وضوح قوم دشمنی دستگاه غنی را با تاجکان صاحب وطن نشان می دهد.
اشمت رادفر نویسنده و ژورنالیست نوشته کرده، آیا راستی گناه امین قوم تاجک چی هست که باید هرچی سنگ سخت است بر سر اینها فرود بیاید؟ آیا میراث مرد کچکلایی که افغانستان را از چنگال تجاوز سرخ و سیاه نجات داد و پس از شهادتش رهنوانه و امانت افغانستان را دو دستی تقدیم مردم افغانستان کردن تا در این کشور صلح و ثبات و وحدت ملی معنا پیدا کند، سزاوار این همه تحقیر و توهین است که انسانهای بی خاصیتی را از میان خود همین مردم برای اعمال تبعیض و اعانت با شور و شهور مردمشان به خدمت بگیرن؟ اصرار اکیمی نشته کرده، البته این سند نخست از تبعیض آشکار در حکومت وحدت ملی نیست، بلکه این چندمین سندی است که به هیچ پیگیری و عاملانش به هیچ مجازات به کار خیش ادامه میدن، چون کسی به نام اشرف غنی در رأس حکومت آشکارا یک محتسب قومگرا است. محمد اسلم سلیم نوشته کرده که متن مکتوب نماینگر توطئه بزرگ است که توسط کانون توطئه ارگ برنامه ریزی شده است. با تشکیل این قطع به اصطلاح ضد آشوب در نظر دارند، اما تاجک هایی که در محور جنبش ضد انقلاب، جنبش رستاخیز، جنبش گذار، کنگره ملی جمع شدند و میشن منتقد و معترض نسبت به عملکردهای غیر انسانی و فاشیستی غنی و قانون توطئه ارگن توسط امین نیروها سرکوب کنند. این قطعه برای سرکوب تاجک های شمالی پروان، پنشیر و کاپیسا و تخار و بدخشان و بغلان و کندوز و سمنگان و بلخ و بامیان، خلاصه همه آن تاجک هایی که معترض بر عملکردهای غیر انسانی و تروریست پروری این حکومت و قانون توطئه ارگ می باشند، فرمان ایجادش صادر کرده است. امروز یا فردا عمله را آغاز می کند. عذر بخواهید و اصلاح شوید، والله و الا دفاع بی منطق از تخطی و جرم وضعیت را بدتر می سازد. امروز سالی نشته کرده، تنها در یک ماه اخیر وقت مخکش دستور شیطانی صادر کرد، گفتند اشتباه فردی و افکار فردی هست. وقت دگروال قوی هوایی جنایتش درس کرد، گفتند که این یک اشتباه شهوانی هست. و حالا وقت وزارت داخله زیر نام قطعه ضد آشوب قطعه ضد قومی می سازد، می گویند که یک اشتباه نشتاری هست. یعنی مزنون اصلی و متهم اصلی ملت افغانستان هست. سیاست قوم محور و قوم ستیز از جانب هر حلقه‌ای که باشد زهر است و این کشور را به تباهی می‌برند. خب این بود واکنش هایی که هموطنان ما در برابر این مکتوب نشان دادند و بالاخره چنانی که گفتیم وزارت داخله امروز اعلان کرد که امضا کننده مکتوب را به سارنوالی معرفی کردن. اما آیا این کافی هست که تنها یک گونه افراد از وظیفه برکنار شدن، مثل آقای مخکش که از وظیفه برکنار شد و مثل کی از وظیفه برکنار میشه؟ بر کناری از اینا درد رتوان نمی کنه، برای اینکه اینا پیام خدا فعلا رساندن، کارهایی که باید صورت بگیره و کسایی که باید انجام بتن وقت رسیده. پس در حوض از اینکه اینا از کار بر کنار میشن، اما تو که آقای اموین معاون پلیس جرگه امروز گفتن من عیس خائنین ملی با اینا باید برخورد شده و جزای خائنین ملی رو ما شما در یک کشورها میبینیم که اشد مجازات است. تا با این گونه افراد برخورد بسیار جدی قانونی صورت نگیرم، یادمو باشه امین هاش است و امین کاسه.